بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، هموطنان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله. از طریق تحلیلگران سیاسی افغانستان با یک ویژه برنامه خدمت محترم یعقوب یسنا هستیم. در ارتباط با زبان فارسی و یا دری، اخیراً زمزمه های زیادی در مجامع عمومی صورت گرفته. از طرف دولت مردان جمهوری اسلامی افغانستان، بنابر مسببه رسمی که داشتن، زبان فارسی و یا دری را به عنوان زبان خارجی پنداشتن. به هر حال این مقوله اگرچه یک کار بسیار ناروایی بوده، با تأسف از طرف مدیران جامعه که رئیس جمهور یا معاونین سیاستمدارش باشه یا مدبر، هیچ گونه عکس العمل صورت نگرفته. دانشمندان و زبانشناسان تحقیقات زبانشناسی یا تاریخ زبانشناسی را با استفاده از امکانات رسانه‌ای تا جایی که توانستن بر رخ دولت مردان کشیدن، هرچند که مردم افغانستان و یا این سرزمینی که به صورت مرزهای سیاسی تقسیم بندی شده همه این مسائل را می دانند. منابع تاریخی، آثار قدیمی، کتابها، شعرا، دانشمندان مختلفی که در قرون و اعصار که بالای 1000 سال خدمت داره یا بیشتر از این، این زبان بسیار زیاد سبک شمرده شده. بنابراین از جناب محترم یعقوب یسنا، دانشمند گرامی، دعوت کردیم در ارتباط با زبان فارسی و یا دری صحبت و یا پیشگفتار داشته باشند. شما دوستان و عزیزان، اگر این برنامه را می‌بینید، چه به صورت مستقیم و زنده اکنون و یا احتمالاً تکراری برنامه را در امرسانی برنامه یا چنین برنامه‌های کوشا باشین، سپاس از شما. جناب آقای یعقوب یسنا، سلام و درود بر شما. جناب زرابی گرامی، عرض درود و میر دارم به شما، به دوستانی که برنامه را می‌بینه، و سپاسگزار هستم که نسبت به وضعیت سیاسی و فرهنگی افغانستان همیشه از طریق رسانه خود موضع مناسب و به موقع میگیرید که این کار یکی از کارهای ارزشمند رسانه‌ای و رسانه‌های اجتماعی میتواند باشد که برای شهروندان اطلاعات و موقع و اطلاعات مناسب را عرضه میکنم. طوری که اشاره کردید، درباره زبان فارسی یا پارسی دری اشاره درستی بود که امروز در سیاست افغانستان متاسفانه برخوردهای فرهنگی از طرف حکومت یا نیاتهای حکومتی نسبت به زبان فارسی صورت میگیره که این برخوردها نه از نظر علمی، تاریخی، زبانشناسی و فرهنگی درست است و نه از نظر سیاسی درست است. از نظر علمی درست نیست که برای این که آنچه را که حکومت میگوید مبنای علمی و فرهنگی نداره، از نظر سیاسی درست نیست، به این دلیل که زمینه ساز تفرقه و زمینه ساز مشکلات وحدت ملی در کشور میتواند شود. بنابراین من اشاره میکنم به تاریخ زبان و ادبیات فارسی. همه میدانیم که تا چند صد سال پیش افغانستان، ایران امروز، تاجیکستان، بخشای از آسیای میانه و بخشای از پاکستان و بخشای از خاورمیانه متعلق به یک حوزه کلان فرهنگی بود که این حوزه کلان فرهنگی به نام آریانا، ایران،
ایران زمین یاد می شده است و ویژگی این حوزه کلان فرهنگی که چی چیزی در این حوزه کلان فرهنگی با عنوان میور وجود داشته که این حوزه کلان فرهنگی را حفظ می کرده، زبانی بوده به نام زبان فارسی که این زبان فارسی از 100 تا 200 سال پیش از هجری قمری را در منطقه با وجود آمده و دانشمندان، چی دانشمندان ایرانی امروز مانند استاد زرینکوب، مانند استاد پرویز ناتل خانلری و دیگران و چی دانشمندان افغانستان و چی هم دانشمندان جهان به این نظر هستند که خواستگاه زبان فارسی در امین حوزه کلان فرهنگی خراسان دیروز یا افغانستان امروز بوده است. یعنی نخستین شکلگیری زبان فارسی بیشتر در ولایت های یا در محل های با وجود آمده که این محل ها امروزه متعلق به افغانستان است، شامل بلخ و تخارستان و این موقعیت ها می شده است. اسناد و مدارک تاریخی هم که از 1000 سال پیش یا حتی بیشتر از 1000 سال وجود داره یا بیشتر از 1000 سال وجود داره، نشان می دهد که زبان فارسی خواستگاهش مناطق یا محلهای مربوط افغانستان امروز بوده است که خراسان در واقع امر جغرافیای امروزی افغانستان و بخشی از جغرافیای ایران امروز و بخشی از جغرافیای حتی آسیای میانه به نام خراسان یاد می شده یا خراسان بزرگ و بیشتر آن طرف دریای آمو پاری دریا یاد می شده و بخشای از ایران امروز به نام فارس یاد می شده و در این حوزه این زبان وجود داشته و بیشتر خواستگاه این زبان زبان فارسی بوده. در کتاب تاریخ زبان فارسی اشاره داره خانلری میگه تا صدهای 6 و 5 هجری قمری را میگه در طرف ایران امروز یعنی در فارس میگه ما نمونه‌ای از آثار مکتوب را نداریم که به فارسی باشه و بیشترین نمونه‌ای آثار مکتوب و کتابت شده ای که از قرن 2، 3 و 4 از زبان فارسی وجود داره اشارهشان این است که در شرق وجود داشته، یعنی در طرف های افغانستان و آسیای میانه آثار بجا مانده، نخستین آثار مکتوب از زبان فارسی بجا مانده است که بعدها در قرن 5، 6 و 7 در تمام حوزه ایران فرهنگی که شامل ایران امروز نیز می شده است زبان فارسی گسترش پیدا کرده و زبان کتابت، زبان شعر و ادبیات شده است. در ضمن این که اسناد و مدارک وجود دارد و این اسناد و مدارک نشان دهنده این است که خواستگاه زبان فارسی جغرافیای خراسان دیروز و افغانستان امروز بوده و در غیر این مورد ما سلطنت هایی را داریم که یعقوب لیث صفار در سیستان و همچنین سامانیان در آسیای میانه و غزنویان در غزنی، همه اینها زبانشان زبان فارسی بوده و در دربار سلطان محمود غزنوی ده ها شاعر فعالیت میکرده و این زبان شعر میسروده و شاهنامه فردوسی هم در امین دوره سروده شده که یکی از کتاب های مهم و تأثیرگذار ادبی و زبانی در تاریخ زبان و ادبیات فارسی است. از این جهت باید عرض بکنم که هیچ ملاحظه، هیچ مسئله و هیچ بحثی نمیتونه وجود داشته باشه از نظر تاریخی و از نظر علمی و فرهنگی که ما زبان فارسی را در افغانستان زبان خارجی بدانیم. بنابراین
این زبان خارجی دانستن زبان فارسی در افغانستان به احترامی به تاریخ افغانستان به فرهنگ افغانستان به گویشوران زبان فارسی در افغانستان است. و موضوع دوم را که باید عرض بکنم مسئله سه نامگی زبان فارسی است که امروز بعضی از رسانه های بین المللی از زبان فارسی به نام سه نام تبلیغ میکنه. مثلا بی بی سی یکی بخش فارسی داره که بیشتر میگه که متعلق به ایران امروز است، دری داره که میگه متعلق به افغانستان هست، و تاجیکی داره که میگوین متعلق به تاجیکستان است. یعنی فارسی، دری و تاجیکی. این یک سیاست به نظر من یک سیاست تفریق افغانانه توسط انگلستان هست یا توسط رسانه های غربی است. شما میدانین که از قلمرو زبان فارسی با آمدن انگلیس ها در منطقه دچار کاهش قلمرو شد. یعنی زبان فارسی که زبان ایند نیز بود، زبان رسمی ایند، از اونجا برچیده شد، از منطقه از خاور میانه برچیده شد و از آسیای میانه برچیده شد و تنها ماند در افغانستان، ایران و در تاجیکستان هم که زبان کتبی ایشان روسی هست و زبان گفتاری مردم فارسی است. این سیاست امروز هم ادامه داره و زبان فارسی را به نام‌های متفاوتی جدا می‌سازد. متاسفانه در افغانستان هم از این روی کرد حمایت می‌شود. حکومت افغانستان حمایت می‌کند، زبان فارسی را زبان ایرانیان می‌داند، دری را زبان افغانستان می‌داند و تاجیکی را زبان تاجیکستان، و از نظر سیاست رسمی و فرهنگی حکومت افغانستان این است که فارسی و دری و تاجیکی جدا است. اما چون این چیزی نیست. زبان ها معمولا تعدادی از زبان های زیاد جان هست که چند زبانه هست. مثلا به زبان های این زبان ها یا به نام های متفاوت یاد می شود. و نام های متفاوت دلیل بر این نیست که ما یک زبان بگوییم که وقتی دو نام داره دو زبان است، وقتی سه نام داره سه زبان است. در شاهنامه فردوسی آمده که مثلا زبان فارسی داری، و در آفیز مثلا از این زبان به نام پارس دری یاد کرده و شاعران دیگری به نام پارسی یاد کرده و گاهی هم به نام پارسی دری یاد شده. بنابراین تا جایی که از نظر علمی و زبانشناسانه اگر نگاه بکنیم، نام این زبان پارسی هست و دری بیشتر توصیف یا صفت این زبان است که پارسی دری میتونه باشه، و هر پسوند دیگه ای را اگر این زبان بگیره، این پسوند ها نام زبان نیست بلکه یک توصیف معلی و یک توصیف معلی زبان فارسی میتونه باشه. وقتی ما زبان فارسی تاجیکی میگیم بیشتر میتونه به این معنا باشه که زبان فارسی به گویش تاجیکی، و وقتی که زبان فارسی داریم میگیم بیشتر منظور این است که شیوه کتبی و رسمی و ادبی زبان فارسی منظور است. یعنی دری بیشتر صفتی است که بیانگر رسمیت و کتبی بودن و ادبی بودن زبان فارسی است، از این جهت زبان فارسی را توصیف میکنه. بنابراین زبان فارسی امان یک زبان هست و ما و شما هم در افغانستان اگر نگاه بکنیم فارسیوان یک اصطلاح معمول است. فارسیوان و فارسیوان هر کسی که صحبت میکنه، مردم پشتو زبان ما با اونا اطلاق میکنه که فارسیوان یا فارسیوان، یا خودی مردمی که فارسی صحبت میکنه وقتی از ایشان میپرسیم میگویم که ما فارسی زبان یا پارسیوان هستیم. ما هیچ اصطلاحی نداریم که دریوان یا دریوان گفته شده. اصلا دریوان کاملا معمول غیر معمول است. بنابراین شما اگر نگاه بکنید به زبان انگلیسی
انگلیسی را امروز میگم که Indian English, British English, American English. اما اینا به معنای سه زبان انگلیسی نیست و سایت بی بی سی هم نوشتن نمی کنه که مثلا British English, Indian English, American English. برای این سایت نمی سازه برای انگلیسی که بیایه سه سایت با سه نام می سازه. اما برای فارسی میایه ازینه می کنه و سه نام برایش می گذاره که اینا دیده میشه مغرضانه است. و حکومت افغانستان می دانه که این زبان زبان فارسی، زبان مردم افغانستان، زبان مردم ایران، زبان مردم آسیای میانه است. و باید عرض بکنم که این دلیل شده نمیتواند که وقتی زبان فارسی در بیرون افغانستان صحبت میشود و این زبان زبان خارجی گفته شود، یا این که این زبان زبان ایرانی ها و زبان تاجیکستانی ها هم هست، ما بگوییم که زبان از اونا هست و این زبان نمیتونه زبان مردم افغانستان باشد. باشد، زبان ایرانی ها هست، زبان تاجیکستانی ها هست و زبان ما هم هست و همه میدانیم که این کشورهای خواستگاه مشترک فرهنگی و خواستگاه مشترک تاریخی داشته و بعدها بوده که این جغرافی ها و جغرافی های سیاسی جداگانه دستبندی و تقسیم بندی شده است. و اگر از در تاریخ معاصر افغانستان نگاه بکنیم، در سکه احمدشاه دورانی، سکه ایشان مور بایدی که در سکه ایشان نوشته است به فارسی است. اکثری از پادشاهان افغانستان بایدهایی که در سکه ایشان نوشته است به زبان فارسی است و خودشان پادشاه کیان، خودشان پادشاه کیانی، پادشاه خراسان گفته است. حتی همین امیر عبدالرحمن خان از خودش به عنوان پادشاه خراسان یاد میکنه و سلطان محمود غزنوی که در غزنه پایتخت دارد، در افغانستان امروز بوده قلم رویش، خود را پادشاه ایران می داند. از این جهت شما کتاب درباری دربار، کتاب رسمی درباری عبدالرحمن و پسرش امیر حبیب الله را می بینید، کتابی که سراج التواریخ توسط کاتب هزاره نوشته می شود و زبان فارسی است. و خود تاج التواریخ که کتابی است که خود عبدالرحمن خان نوشته شده و یعنی کتاب عبدالرحمن خان هست و این کتابم به زبان فارسی هست. و تا دوره شاه امان الله تمام مکاتبات دولتی و زبان رسمی دولت فارسی است. ما ناراحت از این نیستیم که زبان پشتو، زبان ازبکی هم بیاید در کشور زبان رسمی شود. اما این ناراحتی از این جهت هست که چرا یک زبان تاریخی و پربار افغانستان خارجی نام گرفته می شود و چرا تفریقه تعصب علیه این زبان وجود داشته باشد. همه این زبان ها باید حمایت شود. از این جهت وقتی ما تا سال 1342 هم کتاب های وجود داره که توسط وزارت معارف افغانستان نشر شده و در اونجا نوشته شده، قرائت فارسی، کتاب قرائت فارسی حتی دری در ادامهش نیامده فارسی و در نشریاتی که محمود طرزی چاپ میکنه از این زبان به نام فارسی یاد میشه. محمود طرزی درست است که از مؤسسانی است که زبان پشتو را حمایت کرده و زبان پشتو در رسمیت زبان پشتو سمی به سزای دارد و ما از محمود طرزی سپاسگزار هستیم که نقش خوبی در معرفی و در رسمیت یافتن زبان پشتو و در کتابت زبان پشتو و در این که زبان پشتو مکتوب شده است سمی به سزای داشته است. اما این که بیاییم زبان پشتو یا هر زبان دیگر برای این اقامه بکنیم که زبان دیگری در کشور حذف شود، این درست نیست. محمود طرزی هم اشاره میکنه در چندین جاها، میگه که زبان پشتو امکان این را نداره فعلا که زبان سراسری افغانستان شود و زبان سراسری دولت شود و میگه زبان فارسی که زبان منطقه است و زبان
کل منطقه است، از نظر سیاسی و از نظر فرهنگی اهمیت خود داره و این زبان در افغانستان باعث می شود که رابطه افغانستان با کشورهای ترکیه، با کشورهای دیگه ایران هم برقرار شود، چون زبان آنها میگه زبان فارسی است. ترکیه و عثمانی هم زبانشان، زبان رسمیشان در آن وقت فارسی بوده و تا چندین دوره فارسی بودند و در دوره معاصر و مدرن زبان ترکیه هم تغییر خورد و قبل از آن زبان رسمی و دولتیشان فارسی بوده و زبان فارسی بنابراین یک زبان به نظر یکی از مورخین و آدم های برجسته غربی زبان دیپلماتیک منطقه بوده است. از این جهت ما به این معنا هست که زبان فارسی در افغانستان زبان شناخته شده، زبان رسمی و زبان مردمی است و زبان بین‌قومی است، زبان تجارت است، زبان سیاست است. تا امروز هم همین طور است. اگر مثلا یک ازبیک، یک پشتون و یک شغنی با هم دیگر روبرو میشه، در حالی که نه زبان مادری و زبان اول پشتون فارسی است، نه از ازبیک فارسی است و نه از شغنی فارسی است، اما ناخودآگاه با هم دیگر به زبان فارسی صحبت میکنند. دلیلش این است که میدانن که زبان فارسی زبان ارتباطی و بین‌قومی است و تصور این است که همه این افراد زبان فارسی را میدانن، از این جهت با فارسی صحبت. سیاست مدارا تا هنوز حالا اگر بخواهند در عرصه عمومی در انتخابات ها در افغانستان صحبت میکنند برای رای، ناگزیر هستند که با فارسی صحبت بکنند و نشان میده که زبان سیاسی هنوز در افغانستان فارسی است و همینطور زبان علم و زبان تجارت هم هنوز زبان بازار زبان فارسی است و زبان فارسی به معنای این که دری جدا باشه، فارسی جدا باشه و تاجیکی جدا باشه نیست. و من یک اشاره هم بکنم، از نظر زبان شناسی ما وقتی زبان ها را جدا میدانیم که واژگانی مشترک نداشته باشه، ذخیره واژگانیش مشترک نباشه، کاملا فرق بکنه و دستوری زبان دستورشان هم تفاوت بکنه. از این جهت ما میتونیم بگوییم که این زبان ها دو زبان است. مثلا شما وقتی ما با عربی تا 30% یا 40% واژگان مشترک داریم امروز، اگر ما تقریبا 30% 20% واژه عربی را در زبان فارسی داریم، اما ما گفته نمیتونیم که زبان عربی و فارسی یکی است، به دلیل هم تفاوت واژگانی و به دلیل تفاوت دستوری زبان. و زبانی را که ما به کار میبریم عرب نمیدانه و عرب به کار میبره ما نمیدانه. بنابراین گفتن این که دری در افغانستان یک زبان جداست، فارسی زبان جداست، تاجیکی زبان جداست، از نظر زبان شناسی و علمی هم نادرست است و من شخصا به این نظر هستم که افغانستان نباید، حکومت افغانستان این مسائل را دامن بزند و با زبانها، چی زبان پشتو، چی زبان فارسی، چی زبان ازبکی و سایر زبانهای افغانستان که بیشتر از 30 زبان در افغانستان هست، برخورد دموکراتیک داشته باشه و برخورد کثرت‌گرایانه داشته باشه و از این امکان و تنوع برای تنوع فرهنگی در افغانستان، برای فرهنگسازی در افغانستان استفاده شد. باید را. تشکر جناب یعقوب یسنا. شما فکر میکنین این گونه سیاست ها که چالش برمی انگیزه در جامعه تعمدی است یا سهوی؟ من فکر میکنم که این سیاست فرهنگی و زبان ستیزانه نادرست سالهاست در افغانستان جریان داره و این عمدی هست. متاسفانه شما میدونین در دوره ظاهرشاه، البته ظاهرشاه خودش نقش نداشته، کاکاهایش که وقت ظاهرشاه خورد بوده و حکومت را اداره نمیتانسته بوده، یک دوره کلن زبان فارسی از زبان کتابت و از معارف عزف شد، کتاب ها کلن به زبان پشتو چاب و نشر شد
و توضیح شد که باید همه کشور زبان معارف و درس در مکتب های سراسر افغانستان به زبان پشتو باشد، پشتو باشد. ولی از نظر منابع بشری و از نظر گنجایش فرهنگی حکومت در آن دوره نتوانست این برنامه را تطبیق بکند. بنابراین این کار یا این پروژه یکسانسازی زبانی که روی دست گرفته شده بود در جای خود باقی ماند و حتی حکومت در آن دوره برای وزارتخانه ها دو آزیری گذاشته بود. یکی آزیری عمومی که این آزیری عمومی کارمندها بوده، طاهر بدخشی ایره در خاطرات خود اشاره میکنه، و یکی هم آزیری زبان پشتو بوده که هر کارمند باید زبان پشتو را کورس داشته میخوانده بوده، باید آزیری میداده بوده، اگر غیر آزیر میشده بود بایش برخورد میشده. این مشکلات وجود داشته و این مشکلات عمدی هست متاسفانه، و تا هنوز این مشکل، این برخورد نادرست وجود داره که این برخورد نادرست به نظر من به نفع افغانستان نیست، و تاریخ هم از آن روزگار تا امروز یعنی از 50 سال قبل تغییر خورده، دیگر امسانسازی در هیچ کجای جهان یکسانسازی عصب تنوع امکان پذیر نیست و ممکن نیست، نه تنها که ممکن نیست، موجب مشکلات کلان ملی در یک کشور میشه. ما امروزه مشکلات زیادی داریم در افغانستان، در شهر کابل امنیت نیست، نزدیک هر کسی امنیت گرفته نمیتونه، جان مردم در خطر است، ولی میبینیم که کلی سیاست حکومت و سیاست نیاتهای حکومتی بلند کردن تفرقه زبانی و بلند کردن عصبیت‌های فرهنگی است که اصلا این کارها مورد ندارد و نادرست است. باید ما در این شرایط به مسائل ملی مانند امنیت، مانند از بین بردن فساد، مانند استحکام بخشیدن حکومتداری، نهادینه سازی دموکراسی، از این موارد باشیم تا اینکه بیاییم بگوییم مثلا زبان فارسی خارجی است، این واژه مثلا دانشگاه خارجی است، این زبان مردم افغانستان نیست. این کارا تنش فرهنگی و تنش قومی رو به میان میاره و موجب میشه که حکومتداری و وحدت ملی دچار چالشی بیشتر شد. تشکر جناب اسنا، شما تایید کردین که کارها نوهان قصدی هست، در حالی که ترکیب اداری دولت فراقومی یا زبانی یا نژادی است، یعنی در ترکیب حکومت یا دولت ما از اقوام مختلف، از زبانها و از بویش‌های مختلف میبینیم حضور دارن، چرا عکس العمل ندارن؟ بخصوص معاون اول رئیس جمهور که خودش یک آدم مدبرم به حساب میاره. درست است که در قانون اساسی هم زبان پشتو زبان رسمی افغانستان است، هم زبان فارسی که البته به نام دری یاد شده زبان رسمی افغانستان هست، و ما خواهان این هستیم که زبان ازبکی هم باید زبان رسمی افغانستان باشه، به دلیل این که در افغانستان چند میلیون ازبک وجود دارد، حق آموزش، حق خدمات، حق قانونی باید داشته باشند که زبانشان رسمی باشد، و در قانون اساسی افغانستان هم مشارکت ملی و قومی در قدرت مطرح است. از این جهت بله، از هر قوم و از هر قشر در افغانستان، در حکومت افغانستان فعلا وجود داره، اما هسته مرکزی یا هسته تصمیم گیرنده بیشتر کسانی هست که میتونیم بگوییم که متعلق به یک گروه فکری است، به یک گروه فکری خاصی است. از این جهت تعدادی از افرادی که به عنوان معاون اول و معاون دو یا در مقامات دیگه حکومت وجود داره چندان صلاحیتی نداره، و از یک طرف که صلاحیت نداره و از طرف دیگر بیشتر تصورشان این است که اگر واکنشی نشان بدیم
ممکن است چوکی که داریم این چوکی خود از دست بدهیم. این تصورم وجود دارد، در حالی که چنین چیزی وجود ندارد که کسی برای یک حرف فرهنگی و یک سخن فرهنگی و ملی باید چوکی خود از دست بده. اگرچه تا جایی هم این تصورم میتونه وجود داشته باشد. برای چی؟ برای اینکه حکومت گفته میشود که تهدید میکنه کسانی همین شناسنامه الکترونیکی که در سایتش زبان فارسی زبان خارجی گفته شده، همین تذکیره را میگه شناسنامه را اگر شما نگیرید ما شما را از کار دولتی منفک میکنیم یا معاش شما را قطع میکنیم. پس این تهدید میتونه در سطوح متفاوتی میتونه مطرح باشه. حالا فرق نمیکنه که این کارمند معلم است یا این کارمند رئیس است در یک اداره. از اینجا این تهدید میتونه یک تهدید باشه و مهم این است که ببینیم این تهدید را کی میکنه و این تهدید چرا وجود داره. این تهدید از نظر اخلاقی، از نظر اجتماعی، از نظر دموکراسی و قانونی خلاف قانون هست و هیچ در هیچ قانونی نیامده است که مثلا اجبار، حالا اجباری باید صورت بگیره، بخصوص در یک پروسه ملی اجبار باید صورت بگیره. از این جهت که بزرگان یا سیاستمداران یا کارمندان رسمی دولت چرا اعتراض نمی کنند و چرا صحبتی در این باره نمی کنند قابل ملاحظه است. باید از طرف شهروندان مورد انتقاد قرار بگیرد که اینا با عنوان نماینده شهروندان، با عنوان کسانی که از شهروندان در حکومت افغانستان نمایندگی میکنند چرا به اعتراض شهروندان پاسخ نمیگویند و چرا خودشان مانعی تفرقه افغانی فرهنگی و عصبیت ها در تصمیمات حکومت نمیشوند. تشکر. شما و همه میدانند که مشکلات کشور ملت کم نیست، بسیار زیاد بحرانی هم است، ولی این کارها اگر بپذیریم که قصدی انجام میشه واقعا باید تأسف بخوریم به حال ملت و کشور. کسی که مدعی حاکمیت سیاسی به عنوان دولت یا حکومت در افغانستان است، خودش اگر تدبیر نداشته باشه چیکار باید کرد؟ با توجه به عدم انسجام مردم در بخشای سیاسی و مشکلات از این دست واقعا آدم میمونه چی بگه، چه عمل سیاسی انجام بده. یعنی سکان کشور دست کس یا کسایی است که واقعا زمان ثابت کرده که برای مستقیم نمیرن، نه تنها به بیراه میرن بلکه مردم هم دچار تفرقه میکنن. نمونش هم وضعیت آشفته درون کشور و معادلات یا معاملات سیاسی که ممکن برای چند سده آینده افغانستان در یه اواخر معامله شود. من نمیدونم چرا اندیشمندان، نخبگان، شخصیت‌های فعال سیاسی، دینی، فرهنگی و مذهبی خاموش هستند. واقعا من قادر نیستم حتی یک پرسش را مطرح بکنم، چرا که پرسش باید بر اساس نیاز باشه. او نیاز هم بتانه یک عمل اجتماعی و سیاسی را تأمین کنه. من میدانم شخص شما و دوستان دیگر پر از اطلاعات و معلومات در زمینه های مختلف هستند، فلسفی، تاریخی، ادبی، سیاسی، نظامی و، ولی صرف گفتن و تشریح دادن کافی نیست. یک عمل سیاسی کوچک، یا اگر مثلا رئیس جمهور سکاندار یک کشتی یا یک تیاره، یک موتر، یک قطار تصور کنیم، با یک اشاره خطا کل همین سیستم به پرتگاه میبره و افغانستان نه در یک موضوع بلکه در موضوعات مختلف دچار چنین بحران شده و ناخدای این کشور متاسفانه اون اعتماد و مشروعیتش از دست داده. حداقل 19 سال است که زمان سپری شده،
این دو نفری که در رأس بودن یا سه نفر علاوه یک، که اینا هر کدامشان تقریبا یکی هستند، از یک قماش هستند، نشان دادن که بیش از 4-5 میلیون نفر حداقل از کشور خارج شدن، نه تنها نیامدن بلکه رفتن. این وضعیت ناامنی، وضعیت اقتصادی، وضعیت اجتماعی، وضعیت سیاسی و و و و چی کار کردن برای کشور، برای ملت، جز مزدوری و مزد بگیری و اندوختن سرمایه ها در بانک های دیگر کشورها و به کشته دادن جان های انسان های بیگناهی که امروز خانواده هایشان یک لقمه نان ندارن، اطفالشان از بی پدری و بی مادری و بی خواهری و بی برادری زجه میزنن و کسی فریادشان نمیشنوه، خودشان در کانکریت های بسیار مستحکم اصار کردن و در همونجا با بادارانشان به گفتگو میشینن هر از گاهی. کجا هستن اینا؟ اونایی که دم میزدن از انتخابات، از این و آن حمایت میکردن و کمپاین میکردن، چرا مطالبه نمیکنن از مدعیان قدرت؟ خب طالبا حق دارن بگن که شما امنیت کشور رو نمیتونین برقرار کنین، یک دزد موبایل دزد شما نمیتونین محاکمه بکنین، ما میاییم میکنیم. یعنی کشور در وضعیت بد و بدتر قرار دادن. مردم ناچارن تصمیم بگیرن بین این دو. چرا باید چنین بشه؟ چرا باید چنین آدمای در حرکه قدرت باشن؟ اونا مقصر نیستن، ما مقصر هستیم، یکیش ما خودم، برای که اجازه دادیم اینا به ما فرمان بدن. یعنی افغانستان یک انسان شایسته نداشت یا انسان‌های شایسته نداره اکنون؟ با تأسف من شخصا قادر نیستم که حتی یک پرسش از شما بپرسم. بزرگوار هستید. حالا ببینید که یک بحث هست، سارتر میگه که یک انسان در هر گوشه از جهان کشته میشه، همه ما در کشته شدن آن انسان به گونه تقصیر داریم. یعنی چی؟ یعنی کوتاهی کردیم نسبت به امنیت، نسبت به اعتراض، نسبت به انتقاد که میتونستیم از وضعیت انتقاد بکنیم، اعتراض بکنیم، اطلاع رسانی بکنیم. ما انسان ها کار خود درست انجام ندادیم که یک انسان کشته شد در یک گوشه جان. و حالا هم وقتی که بس این میه که افغانستان چرا آباد نمیشه، یک بس ارتباط میگیره به شهروندان افغانستان، به ما و شما، و یکی هم ارتباط میگیره به حکومت های افغانستان. حکومت های در روزگار مدرن اکثر کشورها حکومت هایشان به خوبی توانستند که مردم خود، جامعه خود از وضعیت سنتی و از وضعیت عقب مانده به وضعیت مدرن تحول بدهند، عبور بدهند. اما متاسفانه حکومت های افغانستان، افرادی که در افغانستان حکومت میکردند، بر منفعت خانوادگی، بر منفعت قبیلوی، بر منفعت قومی و سایر سلیقه های شخصی حکومت کردند و متوجه کشور و دولت نبودند و همیشه به جای این که اصل موضوع را بگیره که مشکل در افغانستان چی و معضل و مشکل را حل بکنه، آشیه را گرفتند. مردم احساساتی کردند که ما مثلا یک قوم گفتند که ما زبان شما را در کل کشور سراسری می‌سازیم و این قوم با او قوم رو در رو کردند. این ادعاهای بی اساسی مطرح کردند که مشکلات منطقی با وجود آورد. مثلا عبدالرحمن خان خط دیورند حالا معامله یا هرچی کرده و سند وجود دارد، ولی شخصیت های سیاسی و حکومتی ما همیشه میگه که تا نصف پاکستان از ما هست. اینا کلش یک تنش منطقی ایجاد میکنه، احساسات قومی را در افغانستان برمی افروزه. اگر چنین امری وجود دارد، چرا حکومت افغانستان در نهادهای بین المللی درباره خط دیورند پرونده و ادعا باز نمیکنند و فقط
ادعا در درون مملکت میکنه و مشکل ایجاد میکنه. و امروز هم شما میدانیم که در افغانستان استفاده از این ابزارهای زبانی، ابزارهای قومی مشکل آفرین است که متاسفانه حکومت بر همین مشکلات انگشت میگذارند و این مشکلات را گسترده و بیشتر میسازند. ما امیدوار بودیم که حالا مجاهدین میگفتیم وضعیت سیاسی جهان و مدرنیت شاید درک نکنه، ولی چند تکنوکراتی که آمده شاید اینا بهتر درک بکنه دموکراسی و تنوع فرهنگی. متاسفانه این تکنوکرات هایی که از غرب آمدن بدتر از حکومت دارای قبلی عمل میکنه. عصبیتشان، زبانیشان بیشتر است، قومیشان بیشتر است، فرهنگشان بیشتر است و برای افغانستان کار جدی انجام نمیده. طوری که شما اشاره کردید فقط آمدن که پول جمع بکنند و از اینجا پول را بگیرند و به کشورهای خارجی سرمایه گذاری کنند، دیگر کاری مشخصی انجام نمیدیم که این کار مایه تأسف برای مردم افغانستان هست و برای تاریخ افغانستان هست. بسیار زیاد تشکر جناب یعقوب اسلاف. در معادلات سیاسی شما اطلاع دارین که رایزنی های دیپلماتیک شکل گرفته، هر کدام به سوی میره، یکی هندوستان، دیگر قطر، کویت و دیگران روسیه، ایران و جاهای دیگر. در پشت پرده یا اون روی سکه را شما چی میبینید؟ ببینید امروز باید اشاره کنم که حکومت افغانستان که ادعای جمهوریت داره متاسفانه بنا به دست اندازی به آشیاهایی که لازم نیست به این آشیا دست انداخته و اصل موضوع جدی نمیگیره. اصل مشکل افغانستان و این دست اندازی به این آشیاها موجب شده که خود حکومت افغانستان از نظر درونی دچار انفکاک‌های شده. امروز حالا طالب بگذار، دشمنان مسلح حکومت افغانستان بگذار، همین دزدها در شهر کابل در مزار، همین دزدها حکومت را، وزارت داخله را، همین دزدها دوچار چالش کرده. حالا حکومت حتی با همین دزدها درگیر است. حالا معلوم نیست که این دزدها کی هست، با خود نیادهای حکومتی چی ارتباط داره چی ارتباط نداره. خلاصه حکومت را از درون در شهرها دوچار چالش کرده است و شما میدانید که با این چالشی که حکومت داره، با این چند دستگی که در درون حکومت وجود داره، این چند دستگی را طالبان درک میکنه. با بنا به این درک چند دستگی که طالبان درک میکنه، طالبان هم دنبال آدرس سازی در درون افغانستان است. یعنی طالبان کوشش میکنه که مثلا یک آدرس حزب اسلامی را بسازه که مثلا من آماده هستم با حزب اسلامی مذاکره بکنم یا مثلا با حزب جمعیت مذاکره بکنم. این آدرس سازی ها موجب می شود که همین آدرس واعد حکومت دچار چالش بیشتر شود. امروز در بدخشان در همایشی که حزب جمعیت گرفته بود، حزب جمعیت اشاره کرد که از جمعیت کسی در صلح، در هیئت مذاکره کننده صلح نیست و حزب جمعیت از جمعیت هیچ کسی نمایندگی نمیتونه و حزب جمعیت مثلا خودتونه وارد مذاکره شود در ارتباط پسند. و این نشان میده که امروز چند دستگی در تصمیم گیری سیاسی در درون حکومت افغانستان وجود داره و طبعا اشاره که شما کردید که مثلا اشرف غنی قطر میره، عبدالله ایند پاکستان، پاکستان رفت و ایند رفت و این دو حرف در اینجا وجود داره. یکی این که تعداد به این نظر است که با قطر خواستن اشرف غنی به این معنی است که امریکایا میخواهد برایش اعلام بکند که باید یک حکومت عبوری بیاید و باید آتش بس صورت بگیرد، یک حکومت عبوری بیاید و اشرف غنی برای این کار آماده شد. البته این ثابت نشده، به عنوان ابراز نظر هست. تا هنوز اینکه اشرف غنی با مقامات امریکایی که در اونجا ملاقات کرد چی چیزی گفت ما نمیدونیم.
ولی اینکه عبدالله میره پاکستان، میره به حساب میرود هندوستان، اینا ببینید بسی سلی افغانستان یک بسی خارجی هم هست و کشورهای خارجی چین، روسیه، ایران، پاکستان، هند و همه در این مذاکرات صلح منفعت خود را میبینن. مشکل افغانستان، سلی افغانستان تنها مشکل داخلی نیست که فقط مشکل بین طالب و مشکل بین حکومت افغانستان و حزبای سیاسی افغانستان باشه. مشکل افغانستان، سلی افغانستان مشکل بین المللی یا بخصوص مشکل منطقه‌ای هم هست که باید چگونه بتوان منفعت های کشورهایی که در سلی افغانستان زیدخل است، چگونه بتوان این منفعت ها را هم مدیریت کرد که با یک سلی نسبتا پایدار رسید. و از این جهت این که چگونه بتوان این منفعت ها را هم مدیریت کرد، ما با یک حکومت مدبر، با یک حکومت با مدیریت و با تدبیر و نسبتا قوی نیاز داشتیم که میتوانست وضعیت را مدیریت میکرد. متاسفانه حکومت ما از نظر سیاسی چی در عرصه داخلی و چی در عرصه بین المللی فعلا در وضعیت قرار نداره که بتواند میوه شود، میوه مذاکرات صلح شود و بتواند مناسبات داخلی را و مناسبات بین المللی را برای یک تامین صلح و برای برقراری صلح مدیریت بکنه. از این جهت مشکلات بیشتر در مدیریت سیاسی حکومت است. تا وقتی یک مدیریت سیاسی چی در عرصه ملی و چی در عرصه بین المللی یک در خود حکومت وجود نداشته باشد، طبعا جریان های خارجی و سایر جریان ها از مذاکرات صلح میخواهد منفعت خود به دست بیاورد. اگر فرض بگیریم یعقوب اسنا را از اینجایی که شما هستین ویزا بگیرن ببرن دوحه، رو در رو با هیئت طالبان بشنن به عنوان یک دانشمند، چی گفتنی دارین با اونا؟ ببینید بحث این که ما از نظر علم و دانش با مذاکرات سیاسی نگاه بکنیم و این که از نظر تدبیر سیاسی نگاه بکنیم تفاوت دارد. حالا وقتی کسی میره در مذاکرات سیاسی باید به نظر من این شاید زیاد اهمیت نداشته باشه که طرف چقدر دانش داره یا طرف چی حرفی به طرف مخالف میده. بیشتر در مذاکرات سیاسی مهم این است که خواهای طرف مذاکره کننده چیست؟ مذاکره کننده از کجا میخیزه و از کی نمایندگی میکنه و این در مسائل دیپلماتیک چقدر قوت داره، قوت دیپلماتیک داره و چقدر پشتیوانه سیاسی داره. این برای یک گفتگوی مذاکره یا برای روابط دیپلماتیک این مسائل مهم است. حالا اگر ما چی یک فرد چی یک دو فرد وقتی با طالبان هم ببینیم یا با طالبان هم گفتگو داشته باشیم زیاد تاثیرگذار نیست و متاسفانه این جایگاه را هیئت مذاکره کننده افغانستان نداره که جایگاه پرقدرت سیاسی از درون افغانستان داشته باشند. و شخصا حالا شما که با عنوان یک پیش فرضی مطرح میکنید که مثلا اگر مرا کسی مثلا و بخواهد ببرد و بخواهد که با طالبان چی میخواهم بگویم، ببینید ارزش هایی که طالبان داره و ارزش های فکری که من دارم هیچ علاقه وجود نداره که مثلا من شخصا بروم با طالبان بشینم و با طالبان بگویم که مثلا شما این کارو بکنید یا ما این کارو، چون این ارزش هایی که و آن کثرت‌گرایی که شخصا من باور دارم و تا حدی به عنوان یک شهروند میخوام این ارزش های کثرت‌گرایانه را در کشور توسعه بدهم، از این جهت
من شخصا هیچ وجه مشترکی با طالبان ندارم و هیچ علاقه برای این که با طالبان گفتگو بکنم وجود نداره و میدانم زمینه گفتگویی که من از آن ارزش ها با طالبان بخواهم صحبت بکنم برای طالبان قابل شنیدن نیست و من فقط امیدوار هستم که طالبان واقعیت های جامعه امروز افغانستان را بپذیرند و هیئت مذاکره کننده افغانستان بتواند به خوبی مذاکره را مدیریت بکنه و حکومت افغانستان هم متوجه چالش های ملی و بین المللی باشد تا بتواند از جایگاه حکومت افغانستان و دولت افغانستان در مذاکره با طالبان پاسداری و حراست بکنه. بسیار زیاد تشکر جناب یعقوب اسنا، شخصیت اندیشمند و دانشمند و محقق کشور ما. دوستان عزیز، از شما هم تشکر. در حدود 50 دقیقه خدمت شما بودیم. از اینکه وقت با ارزشتون صرف دیدن برنامه کردین، نوشتین، پرسش های مطرح کردین، از یک و یک شما ما تشکری میکنم. بنابراین داریم تا شخصیت های تاثیرگذار و با دانش کشور و صاحب نظر را در مقوله های مختلف علمی دعوت کنیم، بیاین رو در رو به صورت لایف و زنده با شما هموطنان عزیز و گرامی صحبت کنن و شما هم میتوانین پرسش ها و نقد و نظرتان داشته باشین، به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در کامنت ها بنویسین. کارشناس محترم یا کارشناسان در کامنت ها پاسخ پیام ها یا سوالات و نقد و نظر شما را خواهند داد. از یکایک شما ما تشکری میکنیم. برنامه متعلق به همه مردم افغانستان از هر تیره و تبار، زبان، نژاد، منطقه، حزب و سازمانی که هست، از همه هست. هر کس میتونه در این آینه خودش را ببیند. بعضی از دوستان توقع دارن بعضی از شخصیت هایی که میاین به صورت متفاوت صحبت میکنن، توقع این است که چرا مثلا فلان شخصیت مثل ما فکر نمیکنن یا مثل ما نمی اندیشه یا مثل ما سخن نمیگه. ما فکر میکنیم این توقع بجای نیست. باید بپذیریم کثرت‌گرایی را. هر کس با نوع نگاهی که داره به مسائل از هر زاویه و کانال حق داره آزادی بیان است، اظهار نظر بکنه. ممکنه یک نفر از دید شما خائن باشه و یک طرفدار بسیار زیاد داشته باشه، یا بالعکس یک نفر خادم باشه مخالف زیاد داشته باشه. باید بپذیریم همه بتوانند بیان حضور پیدا کنند. این برنامه میزگرد است که همه میتوانند بشینند. لزوماً همه نباید توافق نظر روی یک موضوع مشخص داشته باشند. میتوانند دیدگاه‌های مختلف با تفاوت نظر، ولی با حفظ حرمت همه را ما باید بپذیریم. بسیار زیاد تشکر. تا دیدار دیگر شما را به خدای سبحان میسپاریم. از جناب یسنا هم مجدداً تشکری میکنم که وقت با ارزششون با ما و هموطنان عزیز ما دادن. تشکر و سپاس.